خانواده جنسش مؤنث نیست، خانواده جنسش مؤنث و مذکره. وقتی شما خانواده دار میشین خانم آقا، این وظیفه خانومه نیست که از خواسته هاش چشم بپوشه. اینو امروز 39% مدیران و لیدرها و رهبرای پپسی رو خانم ها تشکیل میدن. الان جزء هیئت مدیره آمازون و فیلیپس، جزء 100 زن قدرتمند دنیا شناسایی شده، به مجله فوربس 13 زن دنیا و از زاویه بیزنسی بوده. مدیر عاملان قدرتمند دنیا یکی از افراد تاثیرگذار شرکت‌های بزرگ آمریکایی به حساب میاد. خب من سلام عرض می‌کنم، نازنین دانشور هستم. امروز می‌خوام راجع به موضوع جذاب صحبت کنم، راجع به خانم ایندرا نوئی، مدیر عامل پپسی. یه جلسه‌ای رو من هفته گذشته داشتم که این خانم داشت سخنرانی خصوصی می‌کرد و اونقدر نکات تاثیرگذاری رو گفت که دلم نمیاد که اینا رو به اشتراک نذارم. بنابراین امروز می‌خوام راجع به این خانم صحبت کنیم، حرفایی که زد که به نظرم برای خود من یه نقطه قوت و تغییر جدی بود و هست. من یه دقیقه خلاصه کلی راجع به این خانم بگم. این خانم متولد 1955 هند به دنیا اومده، تا فوق لیسانسش رو اونجا زندگی کرده و دوباره برای فوق لیسانس بعدی رفته آمریکا و مدیر عامل پپسی بوده. پپسی تونسته از 35 میلیارد دلار فروش به 63 میلیارد دلار فروش افزایش در حقیقت فروشش رو بده. الان جزء هیئت مدیره آمازون و فیلیپس، جزء 100 زن قدرتمند دنیا شناسایی شده، به دفعات مختلف توی لیست مجله فوربس 13 زن دنیا و از زاویه بیزنسی بوده، توی مجله فورچون دومین در حقیقت پوزیشن رو به خودش اختصاص داده و توی مدیر عاملان قدرتمند دنیا یکی از افراد تاثیرگذار شرکت‌های بزرگ آمریکایی به حساب میاد. اینا رو گفتم برای اینکه فقط بدونین راجع به چه کاراکتری داریم صحبت میکنیم. هر چقدر سرچ کنین راجبش خیلی زیاد موضوع هست و میتونین مقدار باهاش بیشتر آشنا بشین. قبل از اینکه برسیم به بقیه مطالب، میخواستم یه خواهشی ازتون بکنم. دوستانی که الان دارین این ویدیو رو توی کنترل بی میبینین، ازتون میخوام خواهش کنم که به این کانال سابسکرایب کنین، چون خیلی به من کمک میکنه که بعد از اینکه این ویدیو مطالب رو تهیه میکنم هی نگران این نباشم که چجوری به دست شما برسونم. داخل خود کانال یه دکمه سابسکرایب هست، اونو که بزنین خود یوتیوب بهتون خبر میده که کی ویدیو بعدی آپلود شده. بنابراین من خیلی ممنونتون میشم که این کارو بکنید. بریم به سر جریان. ازش پرسیدن توی اون جلسه هی که ریشه شما برای موفقیت چی بوده، چه اتفاقی افتاد، و خیلی بامزه بود، گفت من لاتاری زندگی رو برنده شدم، من اون جایزه تیکت بخت آزمایی و اون لاتاری رو برنده شدم. ازش پرسیدن یعنی چی، گفت من زمانی به دنیا اومدم توی هند که دخترو تحصیل نمی‌کردم، از یه مادر بنده تحصیلات به دنیا اومدم، من و خواهرم بودیم، هیچ کسی حتی مدرسه هم نمیرفت و مادر من ما رو مدرسه فرستاد، مادر من ما رو مدرسه فرستاد و همیشه ما رو مجبور میکرد که بزرگ فکر کنیم، حتی بولد فکر بکنیم، رویاهای بزرگ داشته باشیم. میگم من 7-8 سالم که بود مامانم ما رو مجبور میکرد بشینیم به عنوان نخست وزیر هند نامه بنویسیم، به آدم با آدم ها حرف بزنیم، خودمون رو تو اون پوزیشن ببینیم و تمام تلاشش رو میکرد که توی ما اون اعتماد به نفس رو به وجود بیاره. اینو گفت در کنار اینکه میگفت نقش اصلی این اتفاق رو پدر بزرگم بر عهده داشت. میگفت پدر بزرگ مادری من کسی بود که تمام زندگی شروع کرد ما رو هل دادن که آرزوهای بزرگ داشته باشیم، ریسکای بزرگ برداریم، هر روز ما رو به چالش میکشه و همیشه جملهش این بود که اگه تلاشت رو بکنی و خوب انجامش بدی تو نمیدونی آینده برای تو چه چیزی رو برمقام میاره. و میگم یک بار که من اومدم بهش گفتم که من نمیتونم فلان کار انجام بدم، منو مجبور کرد که 200 بار بنویسم که من هیچ موقع هیچ بهونه برای انجام ندادن کاری نمیارم، من همه هیچ بهونه نمیارم و همیشه میتونم اون کار رو انجام بدم. و هر روز ما رو هل داد، هر روز ما رو تحت فشار گذاشت برای اینکه یک اتفاق بزرگ بیفته، برای اینکه ما تلاش بیشتری بکنیم، برای اینکه جسورتر بشیم، توانمندتر بشیم. سوال بعدی که ازش پرسیدن این بودش که خب زندگی برای هممون بالا و پایینی های مختلف داره، میگم دیگه هممون به اندازه کافی هم راجع به اینا صحبت کردیم و هم چش در حقیقت میچشیم. شاید تو این نقطه های بالا زیاد ما دغدغه نداشته باشیم، شاید بالاخره آدما خوشن دور و برشون شلوغه، شاید زیاد نگرانی اون نقطه ها نداشته باشیم، اما تو نقطه های پایان این نمودار سینوسی زندگی چه اتفاقی میفته و آدما چه اپروچی نسبت داشته. گفت من توی زندگیم موقعی که داشتم یه کاری رو انجام میدادم، هرچی باشه اون کاره، اونقدر به سطح نهایت و غایت و ماکسیمومش انجام دادم
که توی نقطه پایین اون نموداره که بوده هم همیشه یکی بود که بیاد دستمو بگیره، میگم مثل اون فرشته نجاته یهویی میومد از جای غیب و اونقدر من تلاش میکردم و آدم پرتلاشی بودم و به نهایت خودمو میذاشتم. توی ویدیوهای قبلی هم توی این کانال راجعش صحبت کردیم که اگر یه کاری بهتون اندازه دو ازتون میخواد اندازه پنج انجام بدیم، من میگم وقتی که این کار انجام میدادم ناخودآگاه همیشه یه آدم اون بیرون بود که میگم من اینو نمیخوام از دستش بدم، این آدم کلیدیه، اون شاه کلید زندگی منه یا مجموعه منه یا شرکت منه. مثال زد میگفتش که موقعی که من توی بی سی جی کار میکردم، بی سی جی یکی از شرکت های کانسالتینگ بزرگ دنیاست، معروفه، شرکت بسیار معتبر و خوبیه، اما از اون طرف هم معروفه که خب خیلی همه چیز سر جاشو سفت و سخت میگیره. میگم من موقعی که توی بی سی جی کار میکردم، شوهرم هم دانشجو بود، پدرم سرطان گرفت و من میخواستم از هند بیارمش آمریکا و وقتی میخواستم بیارمش آمریکا، میدونستم پدرم چند ماه بیشتر زنده نیست، در این حال هم نمیتونستم کار نکنم چون دیگه پول اجاره خونهمون رو نمیتونستیم بدیم. میگفت تو همین اسنا با خودم بودم که از بی سی جی بهم زنگ زدن و بهم گفتن که ببین ما 6 ماه بهت حقوق میدیم، برو مراقب خانواده و پدرت باش و اصلا نگران نباش و و. میگم حالا بمونه، پدر من سر 3 ماه فوت کرد، اما من اونقدر توی بی سی جی آدم کلیدی شده بودم که قابل جایگزینی نبودم، به خاطر همه یا تو اون پروژه هایی که کار میکردم قابل جایگزینی نبودم و اون موقع اون سازمانه حاضر بود اون هزینه هر برای من انجام بده. پس میگم در شرایط اوج یا در شرایط خوب اونقدر از خودتون مایه بذارین، اونقدر پررنگ باشین، اونقدر اون کنترل بیه رو توی کارتون، توی محیطتون، توی دوروبری ها بگیرید، خودتون رو تاثیرگذار نشون بدین که موقعی که توی شرایط در حقیقت سخت یا پایین بودین، آدم ها دست راز کنن نخوان شما رو از دست بدن. قصه پپسی ازش پرسیدن، گفتن چه اتفاقی افتاد توی پپسی؟ گفت من 1994 به پپسی جوین شدم توی لایه های پایین تر سازمان. میگفت سال 2001 من تونستم بشم مدیر مالی، مدیر ارشد مالی پپسی، CFO پپسی و قائم مقام در حقیقت مدیر عامل، و توی 2006 به عنوان مدیر عامل من رو گذاشتم و شد پنجمین مدیر عامل تاریخ 44 ساله پپسی. و توی پپسی 12 سال مدیر عامل بود و به صورت اوریج نسبت به مدیر عامل هایی که اینجور پوزیشن ها رو میگیرن 7 سال بیشتر مونده، یعنی معمولا مدیر عامل ها 5 سال توی این پوزیشن ها بیشتر نمیمونن و 7 سال بیشتر مونده، و تونسته فروش پپسی از 35 میلیارد به 63 میلیارد در حقیقت افزایش بده که به قول خودش حالا هولوش 80% افزایش رشد فروش ده. سوال بعدی این بود که خب تو وقتی وارد همچین سازمان بزرگی شدی چی کار کردی، اصلا فکر میکردی که باید چی کار بکنی؟ دو تا کار مهم انجام داد. یکی گفت من اول وقتی که وارد پپسی شدم باید دایرکشن یا مسیر استراتژیک پپسی رو مشخص میکردم و یک جمله معروفی رو جایگزین کرده که همین امروزش هم هنوز پپسی داره برای از اون استفاده میکنه، performance with a purpose، یعنی performance یا عمل کرد بر اساس هدف مشخص یا با یک ویژن مشخص، با یک مسیر مشخص. میگم ما کاری که کردیم اینه که من خواستم که تیم 10 تا مگا ترند حوزه غذا و نوشیدنی رو استخراج بکنه و ما شروع کردیم وقتی اون 10 تا مگا ترند اومد که دنیا داره چجوری تغییر میکنه، ذائقه آدمو دارن چجوری تغییر میکنن، شروع کردیم یه سری سوالها رو از خودمون پرسیدن. سوالهای سختی بودن که آقا ما برای اینکه اینها رو پیاده سازی بکنیم باید چه کاری انجام بدیم داخل سازمان؟ باید تیم مدیریتی عوض بشه، باید ساختار عوض بشه، باید هر چیزی که لازم بود رو شروع کردیم تغییر دادن. چه سوال بعدیمون این بود که چه محصولاتی رو باید به پورتفولیوی محصولاتمون اضافه بکنیم که این ترانسفورمیشن رو در حقیقت بتونیم داشته باشیم. سوال سوم تمرکزمون رو بردیم روی آدم ها، گذاشیم آدم ها منظورش در حقیقت پرسنل داخلی، و موضوع بعدی تمرکزمون روی زمین و پلنت و در حقیقت زمینی که توش زندگی میکنیم گذاشتم. دلیلش هم این بودش که حالا من این تیکر یه توضیح بدم، من فکر می‌کنم ما هنوز تو ایران به این چیزا نرسیدیم، اما توی دنیای غرب همین بحث‌های تغییرات محیط زیستی و اتفاقاتی که هست یکی از بحث‌های جدی عملکردی سازمان هاست و هم دولت‌ها انتظار دارن هم مردم انتظار دارن که به خصوص سازمان‌های بزرگ با نگاه درست به تغییرات محیط زیستی و تأثیراتی که روی زمین میذارن تصمیماتشون رو بگیرن. بنابراین این یکی از المان‌های مهم جاستیفیکیشن یا توضیح و توجیه مسیر کاری شرکت هست، به خصوص یه جایی مثل پپسی که بخش کشاورزی یه بخش جدا نشدنی از کارش به حساب میاد و مسئله دیگه که با خودش میاره آب، حالا بالاخره میگم کشاورزی و بقیه مطلب.
ببخش درست خواهی میکنم. میگفت یه مسئله بزرگی که ما داشتیم این بودش که ما در کنار این که میخواستیم رشد رو داشته باشیم باید به دو تا موضوع دقت میکردیم. یک باید خلاقیت میآوردیم، دو باید ساستینبلیتی و پایداری رو ازش مطمئن میشدیم. نمیتونستیم مثلا بگیم آقا یهو یه محصولمون خوب میفروشه، مثال دارم میزنم، بریم چمیدونم تولیدمون رو 10 برابر کنیم اینو بفروشیم. خودمون میدونستیم که خب این پایدار نیست یا از زاویه اتفاقات محیط زیستی این نمیتونه جواب بده. بنابراین میگم یه سری برنامه‌ریزی کردیم، دیدیم ما باید در اون بازه زمانی از 30 خورده میلیارد میرسیم به 50 میلیارد فروش، حالا با همه مشتریایی که از دست میدیم و و و، یعنی ما باید 50% فروش رو میداشتیم که میشد هولوش 5 میلیارد سالیانه. حالا وارد جزئیات محاسباتش نمیخوام بشم، اما سوال اینجا بود که خب ما باید چه جوری ایجاد میکردیم و به این جنبندی رسیدیم که ما غیر از در حقیقت بحث خلاقیت و آوردن خلاقیت های جدید، رشد رو نمیتونیم تاثیر در حقیقت به وجود بیاریم و اگر رشد رو به وجود نیاریم داخل سازمانمون، آدم های تلنت و با کیفیت رو از دست میدیم. آدم ها در کش... به قول خودش میگه شرکت های بورینگ یا شرکت های حوصله سربر نمیمونن، جای آدم های تلنت جایی میمونن که تغییر رو ببینن، پیشرفت رو ببینن و این براشون مهمه. و در نهایت هم میگم اینویشن دو تا تیکه مهم داره، آرت و ساینس. میگه وقتی شما میخواین یه خلاقیتی رو ایجاد بکنین، یعنی یه تیکش میشه آرت، یعنی اون هنر ایده پروری که چه ایده درستی رو بیارم، و یه تیکش هم میشه ساینس یا اون علم که اون ایده تبدیل بشه پروژه، به پرفورمنس، به خروجی و در نهایت در حقیقت تنجبل یا قابل اندازه گیری و مشخص بشه. که میگم اینها در حقیقت مسیری بود که ما میخواستیم پیش بریم. بنابراین این خانم میاد واحد آرندی، واحد بسیار کوچیکی بوده اون موقع، بودجهش رو چند برابر میکنه، میره یکی از آدم های بسیار معروف حوزه تحقیق و توسعه آب و نوشیدنی و خوراکی رو در حقیقت استخدام میکنه و شروع میکنه تیم ساختن. و میگفت چند تقریبا یک سال بعدش ما شروع کردن در حقیقت اولین ایده ها بیرون اومدن و ما شروع کردیم باشون کار کردن. بنابراین این یه تیکه استراتژی که مهم تغییر زندگی پپسی بود و این تیکه تغییر 6 سال در نهایت طول میکشه. یعنی از موقعی که این خانم میاد استراتژی دایرکشن رو مشخص میکنه، تیم تحقیق و توسعه رو میگیره، اونها رو استخدام میکنه، تیم تحقیق و توسعه میره محصول میسازه، تا موقعی که بخواد تاثیر این کار رو ببینه که خودش میگفت تو 6 سال دوم من تازه تونستم اون اعداد رو محقق بکنم. یعنی خودش دوباره نشون میده از اینکه چقدر باید زیر ساخت پایدار باشه، چقدر باید جامعه پایدار باشه، از زاویه مالی و سازمان قوی باشه، سهامدارها در حقیقت فهم و درک و صبر این مسیر رشد رو داشته باشن و اینها همش مسیرهایی که میتونه منجر به موفقیت بشه با تیم مدیریتی داشت. موضوع دومی که توش تمرکز کرده موضوع دایورسیتی و اینکلوژن. میگه من موقعی که وارد پپسی شدم دیدم که خب میگم من یه خانم هندی بودم، سیاه چرده بودم، وارد فضای آمریکا که شده بودم مهندس کافی عجیب غریب بود، حالا تو پپسی هم رفته بودم، خودم مدیر عامل بودم، میدیدم که ما هنوز آدم ها رو بر اساس یک سری چیزها اندازه گیری میکنیم. آقا زن، مرد، از کجا اومده، تجربه چیه. میگه یکی از بزرگترین کاری که من کردم این بود که این عینکه رو برداشتم. و اینکه فقط من یه توضیح اضافه بدم، پپسی معروفه الان که مدیرهای ارشد، مدیرهاش که در میاد از اونجا معمولا در جایگاه های خیلی تاثیرگذاری خارج از اونجا کار میکنن و یک مسیر رشد تاثیرگذاری بسیار زیاده. پس بنابراین یه دانشگاه در کنار کار، پس نشون میده که مدلی که ایشون کار کرده که اومده توی ساختار سازمانی، چه آدمهایی بیاره، چه با چه مدلی تربیت کنه و اینها رو به کجا برسونه جواب داده. برای همین این نکتهش نکته بسیار مهمیه. بنابراین میگفتش که یکی از بزرگترین کاری که کردم این بود که این عینکه رو بردارم و سعی کنم این بایاس های ذهنی رو توی سازمان از بین ببرم. یه مثالی که میزنم، میگفت توی سازمان در همون بازه زمانی گزارش اومد خانم هایی که مدیرشون خانم بود کمتر از خانم هایی که مدیرشون آقا بود پروموت میشدن، رشد میکردن و از این قبیل چیزها. مطمئنم نه در سازمان های ما کمه، نه در بقیه سازمان ها کمه، اما میگفت من اینا رو که گذاشتم کنار هم دیگه به این جنبندی رسیدم که یک سری اتفاقات میفته، علل خصوص میگم در مورد بک‌گراند آدم ها، در مورد جنسیت آدم ها، در مورد ملیت آدم ها. و یه ماجرایی که وجود داشت، میگفت بحث زنان در محل کارشون بود که بسیار بسیار مهم بود. میگفت زنها، اینو فکر کنم خودمون هم اعتقاد داریم، در مسیر دانشگاهی بسیار موفقن، تحصیلات بهتری دارن. میگفت توی آمریکا 10 پوینت معمولا مثلا متوسط نمره هاشون توی دانشگاه از آقایون بیشتره، اما وقتی وارد فضای کار میشن، حالا
چه شرکت به استارتاپ باشه، چه کورپوریت باشه، چه هر چیزی که باشه، یه جایی از این مسیر رشد میفتن. چرا؟ چون هم خودشون هم جامعه ازشون انتظار داره اینا برن ایجاد خانواده بکنن، بچه بیارن، بالاخره تغییر اون خانواده حداقل به تاریخ امروز از آقا شروع نمیشه، از یه خانم شروع میشه. و نکته اینجاست که چیزی که اشاره میکرد و به نظرم خیلی درسته، خانواده جنسش مؤنث نیست، خانواده جنسش مؤنث و مذکره. میگم این تغییر این نگاهی که وقتی شما خانواده دار میشین، خانم آقا، این وظیفه خانومه نیست که از خواسته هاش چشم بپوشه. این نکته اول بسیار مهمه. نکته دومی بودش که برای برگشتن خانم ها به فضای کار باید چه شرایطی ایجاد بشه که یک زنی که مادر شده و بچه داره بتونه به کار برگرده. حالا مثال های مختلفی هست که برای ما هم صدق میکنه. آقا یه حقوقی به حقوق بهش داده بشه برای اون بازه زمانی، انعطاف پذیری چم زمان کار یا لوکیشن یا محل کار داشته باشه. و مهمتر از هر چیز دیگه که فکر میکنم زمان آقای احمدی نژاد یه اتفاقاتی تو ایران افتاد که اونم به لطف دولت مردا که نگاه ویژه‌ای حتما همیشه به همین فضا دارن، اون هم برچیده شد. یادمه که یه زمانی میگفتن که اداره‌های دولتی موظفه مهد کودک داشته باشن، که من دقیق تاریخش رو نمیدونم، جزئیاتش رو نمیدونم، ممکن اشتباه داشته باشه صحبت من، به وجود اومد اما اینا رو جمع کردم بعدن در یک دوره‌ای زمان احمدی نژاد جمعش کردن. چه اتفاق افتاد یادم نیست جزئیاتش، اما نکته به اینجا برمیگرده که آقا تو سازمان‌ها چه دولتی چه خصوصی ما باید پشتیبانی یا حالت مهد کودک برای بچه‌ها داشته باشیم. و اگر این رو داشته باشیم، مثالش همین بود، میگه یک زمانی آقایون پاشون گفت ما باشگاه می‌خوایم داخل سازمان، همه رفتن باشگاه گذاشتن داخل شرکت‌هاشون یا شرایطی رو فراهم کردن که آدما برن باشگاه. اما چرا ما به این فکر نمی‌کنیم که مهمترین المان یک زندگی زن و مرد یک بچه‌ای که با خیالشون راحت بشه؟ چرا توی سازمان‌ها با حداقل کاری که می‌تونیم یه چایلد کر ساپورت درست نمی‌کنیم؟ و میگه ما توی پپسی این کارو کردیم و میگه جالبش اینجا بود که آقایون بیشتر از خانم ها بچه هاشون رو می آوردن اونجا و اون یه فراغ بالی به پدر مادره میده که با تمرکز بتونن کارشون رو پیش ببرن. که میگفت این وظیفه اصلیش هم به خود سازمان ها و دولت ها برمیگرده، که به نظر من هم به عنوان من موقعی که نورا به دنیا اومد اونقدر استرس داشتم، مثلا یکی از اتاقای جلسه شرکت رو بکنم، یعنی اصلا برنامه‌ام این بود که اشکال نداره من میخوام بچه‌ام پیشم باشه، اتاق جلسه رو میکنم چیز اتاق نورا یا اتاق بازی بچه دیگر میارن، آدمی هم بماند. خورد به کرونا بعدا من اصلا بچه که به دنیا من تازه فهمیدم با چی طرف هم بدن. خب نمیشه توی محیط کاری، یعنی ما شرایط فیزیکیش رو توی اون بازی زمانی نداشتیم، اما خیلی از ساختمون ها دارن. اما به نظرم کاملا یه چیز شدنیه و برای هیچ مادر و پدری مهمتر از این نیستش که تو خیالت راحت باشه که آقا بچه‌ت آرامش نزدیک خودته، اگر چیزی باشه میتونی سریع بهش رسیدگی کنی و بتونی تمرکز رو بذاری. فکر نمی‌کنم پدر مادری باشن که ممنون سازمانشون نباشن. اگر دارین گوش میدین و شما در شرایطی هستین که میتونین این رو فراهم بکنیم، به نظر من با حداقل هزینه میشه این در حقیقت اکشن رو انجام داد. که در نهایت هم افتخارشونه که امروز 39% مدیران و لیدرها و رهبرای پپسی رو خانم‌ها تشکیل میدن و جمع‌بندیش این بود که خانم‌ها تشنه رشدن، معدل‌های خوبی دارن، تحصیلات خوبی دارن، دنبال آزادی‌ان و باید بهشون فضا داده بشه که بتونن اون تغییری باشن که دنیا نیاز داره و هممون باید تلاش بکنیم که این تغییر را در حقیقت تاثیر بذاریم. من همیشه هم توی صحبت‌های خودم گفتم ما تو ایران 50%مون خانومم، 50%مون آقا، این پرنده پرواز نمی‌کنه اگه یه بالش فقط بال بزنه. من ناراحتم، من قصه می‌خورم. خیلی جاها چند روز پیش در حقیقت یه ایونت خانم های سرمایه گذار حوزه استارتاپ ها بودم و با خودم داشتم فکر میکنم چند تا از این خانم ها تو ایران داشتیم. من جوابش بودم صفر. ما اصلا نمیبینیم، ما اصلا پروموت نمیکنیم، اصلا برامون نیست، وجود نداره. و ببخشید عذرخواهی میکنم، این از فرهنگ یا شاید از فرهنگ نه، اما از آموزش های ندیده ما میاد. ما اگر به خانواده ای که بچه هامون رو اونجا بزرگ میکنیم و 50%ش اون مادر تشکیل میده، اگر نه بیشترش رو، اون مادر روش نکنه، اون مادر فضای فکر نداشته باشه، اون مادر در این دنیای در حال تغییر پیچیده جایگاه نداشته باشه، مطمئن بشین اون خانواده یه جایش میلنگه، فضای کاری میلنگه، فضای اجتماعی میلنگه، همه اینها میلنگه. یک جاهایی در مورد تبعیض دیروز داشتم با سهیل صحبت میکردیم، حتما پیشنهاد میدم که پادکست طبقه 16 رو ببینیم، ما یه صحبت مفصل راجع به این کردیم. نمیخوام این مبحث رو در حقیقت ببرم به اون سمت و سو، اما اعتقاد جدی دارم باید فضا ایجاد بشه که خانم ها بتونن خودشون رو نشون بدن. تعریف اون فضا با چه مختصاتی فکر میکنم در یک ویدیو دیگه است. بگذاریم از اینکه برگردیم به خانم
عرضم به خدمت شما نوعی. سوال بعدی که ازش پرسیدن گفتن که تو چجوری کار رو بهتر انجام میدی؟ چند تا موضوع گفت که به نظرم مرتبطه. یه موضوع اولش میگفت آقا کنجکاو باشی. میگفت ماها الان کلمونو کردیم تو گوشی، هممون تو سوشال مدیاها میچرخیم، سوشال مدیا یه تایتل رو بولد میکنه و ما هیچ موقع راجع به جزئیات و عمق مطالب مطالعه نمیکنیم و وارد عمق و دیتیل نشدن هیچ موقع به ما پرسپکتیو یا نگاه درستی از مطالب نمیده. میگفت کسی موفقه که وارد جزئیات بشه اما بتونه تصویر کلی رو هم ببینه. بنابراین کنجکاو باشین و بحث جزئیات مهمه. اسپید ریدر گفت من هستم، با سرعت میتونه مطالعه بکنه که این خودش مهارتی که من حتما دوستان خودم یاد بگیرم. میزان خواب رو میگفت به اندازه حداقل و حد اکثر نگه داری، نه زیاد بخوابی نه کم بخوابی، این تاثیر جدی روی سلامت روان برای پیشبرد مطالب داره. و در نهایت هم بحث زومین و زوم اپ که حالا من یه بخش شدی مطلب اول گفتم، این که وقتی یک موضوعی پیش میاد شما از تصویر بزرگی بتونیم به ریز مطالب وارد بشیم و وقتی ریز رو درک کردین راجع به تصویر کلی تصمیم میگیرین. دوستان بزرگوارانی که فقط روی تصویر کلی تصمیمات استراتژیک میگیرن و هیچ درکی از لایه‌های زیرین و جزئیات اجرا ندارن معمولا تصمیمات اشتباه زیادی رو میگیرن. و هی هم توی صحبتش تاکید میکرد آقا دست از این سوشال مدیا بردین، روزانه یکی دو ساعت براتون وقت آزاد میشه و خاطر اینکه بتونیم به مطالبی که دوست دارین رسیدگی بکنیم. یه مطلبی که مهم بود، خب باز من گفتم این خانم هندی بود در فضای اون زمان، در حقیقت آمریکا همین زمانش هم الان همینطوریه، من زیاد تفاوت آنچنانی نکرده، یه جایی پیشرفت کرده، اما کماکان خانوم ها نقش های ارشد و خیلی جایگاه های بالا رو کمتر دارن. خانوم هایی که از هند و کشورهای ایران و اینجور چیزا بیان باز کمترن. که میگفتش که چجوری به این نامساوی بودن غلبه کردی، که جوابش این بود که من سخت کار میکردم، من قابل فراموشی نبودم، من بیشتر از ارزشی که برام سازمان قائل بود ارزش گذاری میکرد، ارزش سازی و تاثیر گذاری داشتم. روی میگفت روی مطالب سختتر و تسکای سختتر توی سازمانتون کار بکنی. میگفت ترسناکه، همه میترسن اما تهش نجات پیدا میکنین و میتونین اون کار انجام بدین اما تاثیر گذاریتون زیاد میشه. بنابراین برای اینکه غلبه بکنه به اینکه اوکی تو به خاطر رنگ پوست من و موهای من بالاخره یه ذهنیتی توش هست، من که اون ذهنیت رو نمیتونم تغییر یه مسیر نه، یه سری آدمن که فقط دارن قور میزنن که من میخوام اون ذهنیت رو تغییر بدم، یه سری آدم میگن من که اونو نمیتونم تغییر بدم، چیزی که مربوط به خودم رو میتونم تغییر بدم، محیط دور و برم تغییر میکنه. من اگر اون آدم جنگنده زحمت کشه، اون آدم توانمنده باشه، مطمئنا تاثیر میذاره روی محیط. صحبت خانم نوری هم از همین فضا. ازش پرسیدن هایلایت های زندگی در حقیقت چی بوده، گفت من موقعی که من صدا کردن که به هم پیشنهاد بدن که بیا مدیر عامل شو، از مدیر عامل وقت پرسیدم که چه چیزی باعث شد تو به این تصمیم بگی برسیم. میگفت یه قصه ای از مسیر کاریمون رو تعریف کرد. میگفت در یک بازه زمانی ما سرویس های مالیمون در کل دنیا دچار مشکل شد، آبرومون رفت، اینوایسامون به هم ریخت، فاکتورها نمیخوردن و و و که من اومدم دیدم که ما از سیستم آی تی خیلی قدیمی استفاده میکنیم. خب میکردم توی کفش که نه، ما حتما باید اینجا ERP جایگزین بکنیم. و میگفت جایگزین کردن ERP هم در یک سازمان عریض و طویلی مثل پپسی اصلا کار ساده نیست و آدم ها ریسک خیلی زیادی میپذیرن و اکثرا هم نمیپذیرن، بخاطر اینکه احساسش اینه که آقا بر من گرفتاری به وجود میاد و بعدم اصلا ممکن من اخراج بشم و به قیمت خیلی چیزا تمام بشه و فلان. اما این خانم مونده پاش، پروژه رو برده اجرایی کرده که مدیر عامل اون روز برمیگرده بهش میگه که تو در اون بازه زمانی خودت رو گذاشتی بعد از سازمان، سازمان گذاشتی اولویت، با اینکه میدونستی ممکنه کل زحمات سالهای گذشته از دست بره، آبروت بره، اعتبارت بره، به پپسی بدون خودت فکر کردی، به اینکه پپسی بدون تو باید موفق بشه و ادامه دار بشه و این اون آدمیه که میتونه مسئولیت بر عهده بگیره. بنابراین هر موقعی که به این ذهنیت رسیدیم که آقا من ساعت 9 تا 5 ام 6 تا 7 ام نمیدونم فلان، یا این مشکل به وجود اومده، این آخر هفتم، این اول هفتم، اینو جابجا بکنم، سازمان رو بذارم توی اولویت، اون نقطه تغییر رو بدین. سازمان یا نه، حالا اون محیطی که هستین، اون تیمی که هستین، اون کسی که هستین، میتونین خودتون نشون بدین. بنابراین میگفتش که ما اتیتیود میتونم انجام بدم رو باید همراه با مسئولیت پذیری و باید انجام بدم باید همزمان با هم پیش ببرن، که این جمله به نظرم خیلی مهمه. خیلی وقتا همین لیوانی که میبینیم من از بغلش رد میشم میرم آشپزخونه، من میتونم اینو با خودم ببرم اما به این فکر میکنم که این که لیوان من نبوده، منم که مسئولیتی ندارم، کسی هم که من چیزی نمیگه.
و این نقطه تغییر اون ویدیوییه که در مورد ستارهای درخشان حرف زدیم. اونی که برمی‌داره اینو می‌بره میدونه من میتونم انجام بدم. فرقش با اون یکی اینه که میگه من مسئولیت دارم و باید انجام بدم. این محیط، این خونه باید مرتب باشه. این کار باید درست انجام بشه. پس بذار من اون آدم تاثیرگذار باشم. و اگر این کار رو کردین این نقطه تغییر است برای شما. و در نهایت هم بهش گفته که آره تو شجاعت و اعتماد به نفسی که در اون مسیر رو در سالها از خودت نشون دادی باعث این تصمیم رو در حیر میگشت. ازش پرسیدن که چون اون گروهی که ما در حقیقت با این خانم جلسه داشتیم گروه کارآفرینا بود، ازش پرسیدن که خب صحبت تو با کارآفرینا چیه؟ صحبت اولش این بود که کارآفرین ها سقف‌ها رو میشکنن، تغییرات ایجاد میکنن، اما این به معنی این نیست که مدل لیدرشپ یا رهبریشون به همه آدم ها بخوره. بنابراین باید درک و شعور این رو داشته باشن که این تغییره باید صورت بگیره، این تفاوته باید ایجاد بشه و شما درک درستی نسبت به آدم ها داشته باشین و با اونها به همون نسبت رفتار کنید. داشت با کسانی صحبت میکرد که بیزنسشون اینترنشنال هم میگفت یا میخوان اکسپند جغرافیایی بکنن. حالا اینترنشنال لزوما نه، شما ممکنه یه استان دیگه برین. از خودش مثال میزنم، میگم من موقعی که میخواستم توی تایلند یه پروژه جدیدی رو اجرا بکنیم هیچ موقع نرفتم بگم من که پپسی هم از آمریکا اومدم، شما هم که طبق قانون WTO دنیا موظف این سرویس رو به من بده، اگه ندی من میرم شکایت میکنم. میگم من میرفتم اونجا از هواپیما پیاده میشدم، یا تایلندی میشدم، جای دیگه میشدم، نمیدونم آلمانی میشدم. و و و که مثال تایلندش این بود که میگم اونا مشکل آب داشتن، ما رفتیم مسئله آبشون رو حل کردیم توی اون پروژه که داشتیم. بنابراین میگم همراه میشدم با آدم ها همراهشون. شما اگه توی یزد میخواین پروژه استارت بزنین باید درک فضای یزد رو داشته باشین. یه مثالی از خودم میزنم، یه بازی زمانی دوستان شیرازی اینجا هستن، تقوا نقد یه شعبه رو اونجا داشت، من هواپیما گرفتم برای یه پروژه دیگه‌ای داشتم می‌رفتم، اما می‌خواستم به نمایندگیمون هم سر بزنم. من هیچ ایده‌ای راجع به این که فضای کار کردن توی شیراز چطوریه نداشتم. فکر می‌کنم هول و هوش نمی‌دونم خاطرم نیست، یک و دو بعد از ظهر بود، رفتم دم دفتر نمایندگی دیدم ای کسی نیست. خلاص زنگ زدم فهمیدم که دوستان استراحت میکنن اون بازه زمانی و بگذارین دست خاطرات با مزه من بود. اما همین این نشون میده که پس من درک درست نسبت به فضای شیراز و مدل کار کردن اونجا نداشتم. و موضوع بسیار مهمی که این موضوع خود منم هست، ویدیوام گفتم، باید منتور داشته باشین، باید معلم داشته باشین. این معلم میتونه باباتون باشه، مامانتون باشه، معلمتون باشه، استادتون باشه، رئیستون باشه، همکارتون باشه. یه سری آدم رو انتخاب بکنید. و این خانم گفت کلید موفقیت من این بود که من همیشه منتور داشتم. آدم تلاشگری بودم، آدمای دیگه می‌خواستن به من کمک کنن، منو هول میدادن، من لگد می‌زدم، من دعوا می‌کردم، من تشویق می‌کردم. و میگم من جوابی که همیشه بهشون میدادم با احترام بسیار ویژه با اینا برخورد می‌کردم. احترام می‌ذاشتم و اگر حتی جایی موافق نظرشون نبودم محترمانه می‌شستم، شاید خودم رو توضیح میدادم و میمدم. اما داشتن منتور و همراه همیشه مسئله مهم آدم هست. و سوال در حقیقت مهم ازش پرسیدن که رهبر رو کی تعریف میکنی؟ به کی میگی رهبر؟ میگم رهبر کسیه که بتونه آینده ای رو که داره میبینه توضیح بده و برسونه به آدم هایی که امروز کنار دستش وایستادن و دارن گوش میدن، یعنی اونو ترجمه کنه، برداره بیاره برای این آدم ها. و این آدم ها به خاطر جسارتش، به خاطر اعتبارش و به خاطر آموزشی که اون رهبره بهشون خواهد داد و تمرکز روی رشدشون داره با اون آدم همراه بشن که اون آینده‌ای که براشون ترجمه شده رو اجرا بکنن. بنابراین خیلی مهمه اگر میخواین جایگاه رهبری داشته باشین یه آینده میبینین، آینده چجوری ترجمه بشه. باید جسور باشین، باید جنگنده باشین، باید معتبر باشین و باید برای رشد آدم‌ها مسیر تعریف بکنیم. و اگر اون مسیر رو تعریف بکنیم و آدم ها اون فضا رو ببینن با شما همراهی خواهند کرد و شما رهبر اون گروه خواهید. نکات این خانم برای من تک تکشون واقعا درسای شخصی داشت. امیدوارم شما هم خیلی لذت برده باشین. به نظرم مهمه بشنویم از آدم هایی که تغییری بودن که ما تو دنیا دلمون میخواسته ببینیم و بشنویم. و این آدم ها آدم های متفاوت و ارزشمنده. باز در انتهای ویدیو ازتون خواهش میکنم دکمه سابسکرایب رو بزنیم به من کمک بکنیم ویدیو رو به دست آدم های بیشتری برسونم. خیلی متشکرم. سوالی باشه، نکته‌ای باشه، لطفا توی کامنت ها یا توی در حقیقت اطلاعات بزنید. در ضمن صفحه اینستاگرام کنترل بی هم شروع شده و اونجا میتونید ما رو فالو بکنید. من سعی کردم از فضای شخصیم ویدیوها رو جدا بکنم که یه خود راحت‌تر باشه، آدم ها خیلی گیج نشن، اونجا
اما و دختر اما و اینا هم بودن توی این فضای خود فضای رسمی تر هست که برای خودم راحت تره. آرزوی موفقیت مثل همیشه دارم، امیدوارم این ویدیو کمک بسیار کوچیکی کرده باشه که حالتون بهتر از دیروز بشه. قربان شما، خدا نگهدار.